سلام عرض کردین، احوال شریفتون خوبه؟ جان، خبر جدید؟ خبر جدید؟ دور بعدی مذاکرات و چلوندن عظما پشت میز زهرخوریه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای 6 کشور مذاکره کننده با ایران امروز در بروکسل دور هم جمع شدند تا درباره آماده سازی مقدمات برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران رایزنی کنند. آماده سازی و رایزنی و این حرفا رو اگه بخوای ترجمه کنی میشه وا کردن فک عظما واسه کوف کردن جام زهرای بیشتر، همون که مام جواد زخیم و حسابی به هول و ولا انداخته. وزیر خارجه کشورمون در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه کوبا یه بار دیگه تاکید کرد ایران در مذاکرات هسته‌ای آماده رسیدن به راه حل و در این باره پیشنهادهای معقولی هم ارائه داده، اما ممکنه طرف مقابل با زیاده خواهی مانع توافق بشه که در این صورت مانع به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای دنیا مشخص میشه. آها، درد شیخ فری و ولی فقیه و باقی بهوش نظام از همین زیاده خواهی هاست. حالا زیاده خواهی یعنی چی؟ یعنی ببین، زهر اتمی خالی قبول نیست، دسرش هم باید نوش جان کنی، اسمش زهر حقوق بشره. تعامل دستگاه دیپلماسی و نهاد حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با حضور وزیر امور خارجه در خصوص مسائل حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بحث و گفتگو شد. آقا، شاید یه بنده خدایی که تو موشکافی سررشته نداره بپرسه که آخه نهاد حقوق بشر قوه قضاییه رو چه به وزارت امور خارجه؟ راستی جریان چیه؟ حرفای این دوتا مام جواد ترسون و لرزون رو گوش کنید، شاید یه چیزایی روشن بشه. ما معتقدیم که جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که بر مبنای تعالیم اسلامی پیگیری هم حقوق شهروندان خودش هم پیگیری حقوق بشر به عنوان یک موضوع جدی بین‌المللی رو در دستور کار داشته، حرف برای زدن داره، حضور فعال باید داشته باشه در صحنه بین‌المللی و باید هم بهانه ها رو گرفت و هم با دروغ پردازی هایی که علیه جمهوری اسلامی میشه در سطح بین‌المللی پاسخ. دیپلماسی حقوق بشری زهرمال که میگن یعنی همین. همه حرفاشو ول کنید، بهانه گرفتن از غربیا رو بچسبید. ببینید کار به کجا رسیده که هیولای ولایت، اونم با 600 بار محکومیت در مجامع جهانی به خاطر حقوق بشر، کارش کشیده به پیگیری حقوق بشر به عنوان یک موضوع جدی بین المللی. حالا بریم سراغ اون یکی مام جواد. ما با گزارشگری هیچ سر دعوایی نداریم، موضع عمومی نظام این است که گزارشگری کار بسیار درستی است، منتها گزارشگری کار حرفه‌ای است، چارچوب های بین المللی داره و گزارشگر هم باید رعایت این نرم ها رو بکنه. مشکل ما در مورد نرم رفتار و عدم در نظر گرفتن مبانی گزارشگری هست. اوه، نرمش مداری اونم از نوع لاریجانی ها. ببینم مام جواد زردم بود، مگه تو همونی نبودی که همین چند ماه پیش اول و آخر جناب گزارشگر رو فوش کش میکردی؟ آدم وقتی صحبتهای گزارشگر میخونه تعجب میکنه این گزارشگر سازمان ملل یا یک کارمند وزارت خارجه آمریکاست یا اصلا عضو یک گروهک تروریستی مثل منافقین، ادبیاتش با هم فرق نداره. بله، اینجاست که یواش یواش ربط بین مذاکرات و زهر حقوق بشر روشن میشه. قضیه از این قراره که طرف حسابا آچار انداختن به سیستم عظما و دارن پیچ و مورهاشو شل میکنن. یعنی همین روزاست که جلوبندی علیگدا کامل بیاد پایین. علت تبدیل مام جواد لاریجانی به شل زرد هم همینه. اگه میخواید گوشی کامل دستتون بیاد، این تیکه از ورق پاره حکومتی مردم سالاری رو هم بخونید. در هر حال منع حضور زنان در ورزشگاهی که مسابقات لیگ جهانی والیبال برگزار می شود موضوع روز جامعه ماست که می توان با درایت به آن فیصله داد. دختران و خواهران ما هم یک بام و دو هوا رنجشان می دهد.
رعایت حقوق زنانی که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از امهات رفتاری و گفتاری مسئولان و دولت مردان ماست. باید هوشیار باشیم که جامعه جهانی با دقتی تمام اعمال ما را نسبت به مردم خودمان زیر ذره بین دارد و بسیار بعید به نظر می رسد که عدم رعایت ما را در فروع بپذیرد. داره میگه بابا جون، پنج به علاوه یک و باقی ساقی های جام زهر چهار چشمی دارن ما رو میپان. اگه بخوایم ما به ازای اون یه جرعه زهری که به عظما خوروندیم تغییری صورت بگیره و تحریم محریم ها شل بشه، باید سر سوپاپو گشاد کنیم و بریم تو خط عقب نشینی. حالا این که یه شکاف کوچیک تو عبای ولایت قباب و لب باده و هست و نیستش رو جر و باجر میکنه خودش بحث دیگه ایه. جان کلام این که بومبسته واسه بسته بسته هسته ای که بای داده.